پایسیس آخرین ساینیه که روح توی اون قرار میگیره و محله نهاییه. در کمربند زودیاکی ما 12 تا زودیاک داریم که آخرین خونه پایسیسه. پایسیس خونه بین ابعادیه، یعنی در فاصله بین بعد سوم و دیگر ابعاد این ساین قرار میگیره. کالبد فیزیکی ما انسان‌ها به خاطر چگالی که داره قادر نیستش توی ابعاد دیگه سفر کنه، اما ما قادریم به عنوان یک کانشسنس، به عنوان یک آگاهی سفرهای ماورایی انجام بدیم و این کار رو از طریق پایسیس انجام میدیم. پایسیس یعنی چیزهایی که خارج از این دنیاست و ناشناخته است، مثل شهودهای روحی، اسپریچوالیتی. خونه 12 به خونه سرزمینهای بیگانه مشهوره، چون شما با این مکانها آشنایی ندارید، انگار که یک موجود ناشناخته اید که از سرزمین خودتون وارد سرزمینهای بیگانه شدید. میدونید قضیه مثل چی میمونه؟ مثل وقتی که یک فرد موجود یه سرزمین دیگه میاد به زمین سر میزنه که انسان زمینی نیستش و ما بهش میگیم که فرازمینی، چون بخشی از سیاره زمین نیستش و فقط یک سفر کوتاه به این زمان انجام داده. این قضیه دقیقا در مورد یک انسان هم صدق میکنه. شما به عنوان یک انسان وقتی که میرید ماه، میرید مارس، ونوس، سیریس، آکتورین، هر جای دیگه از این یونیورس که میرید، وقتی که یک انسان هستید که متعلق به زمین از طریق کانشسنس زمینیش داره سفر میکنه، شما یک بیگانه هستید که دارید در سرتاسر یونیورس سفر میکنید. مثلا وقتی که رفتید آکتورس، از طریق کانشسنستون یک سفر روحی به آکتورس انجام دادید، وقتی که با موجودات آکتوریانی ملاقات میکنید بهتون میگن فرا آکتوریانی. توی خونه 12 ما برکت‌ها و استعدادهای روحیمونو کشف می‌کنیم. پایسیس یعنی خیالات و رویابافی. برای اینکه فرد یک نویسنده و هنرمند موفق و ماهر بشه، نیاز داره قدرت تخیل خوبی داشته باشه. حالا خورشید شما اومده توی این نشان نشسته که من قبلا یک پست مفصل در مورد خورشید در آسترولوژی ساختم. حتما برید و این پست رو ببینید و من لینکش رو توی دیسکریپشن براتون قرار میدم. خورشید توی پایسیس احساس میکنه که من نیاز دارم یک زندگی معنوی و روحی رو دنبال کنم. من نیاز دارم در اعماق خودم حضور پیدا کنم. به خیالات و تجسمهای خلاقانه بیشتری نیاز دارم تا درباره مسائل زندگی روزمرم راه حلهای مناسب رو پیدا کنم. پس یک پایسیسی از طریق خیالات، شهود و رویابافی هاشه که راه حلهاش رو پیدا میکنه. یک خورشید توی پایسیسی به عنوان نویسنده یا فیلمنامه نویس در زمینه داستانهای علمی تخیلی بهترین متن‌های زمان خودش رو میتونه بنویسه. یک خورشید در پایسیس خوب میدونه که چطور میتونه روح یک انسان رو لمس یا تاچ کنه. از طرفی هم نوع ارتباط شما با پدرتون میتونه خیلی معنوی و اسپریچوالیتی باشه. اگه خورشید شما در اطراف درجه 10 پایسیس باشه، یعنی چیزی از حدود درجه 10 تا 12 قرار گرفته باشید و به خصوص درجه 10، ارتباط شما با پدرتون به شدت شهودیه. و پدرتون در طول زندگیتون از مهمترین راهنمایان شماست که در مسیر شما رو هدایت میکنه. یکی از حکرانان پایسیس جوپیتره و با اینکه در جامعه مدرن ما نپتون رو حاکم پایسیس میدونیم، اما از نظر من جوپیتر هنوز هم تأثیرات خیلی مهمی روی پایسیس داره. اما نیاز داریم توی چارت تولد شما بدونیم که جوپیتر کجا قرار گرفته. به عنوان مثال جوپیتر شما اگر که در اریس باشه، توی اریس توی ضعف قرار میگیره و ساید هنری شما خیلی ایگو سنتر میشه. شما خودتون رو توی دنیای هنر خیلی دست بالا میگیرید و ممکنه فردی که جوپیترش توی اریس باشه تبدیل به یک هنرپیشه خیلی بد بشه، توی کارش خیلی ضعیف باشه، اما خودش تصور میکنه که خیلی تاپه و بهترین هنرپیشه ساله. اما اگر جوپیتر شما توی ساینی باشه که متعالی شده و توی اوج قرار گرفته، مثلا کانسر، جوپیتر به شهرت و ثروت توی اینجا اهمیت نمیده، فقط میخوادش که میراثی از خودش به جا بذاره.
جوپیتر اینجا هنرش از قلبش میاد، برای همین توجهات دیگران رو به سمت خودش جذب میکنه. خورشید توی پایسیس باعث میشه که فرد خودش رو ایزوله کنه تا بتونه به عمق وجود خودش بره، خودش رو پیدا کنه. وقتی هم که خودش رو پیدا کرد، بیرون میاد و تبدیل به یک لیدر میشه. فرد میتونه یک لیدر معنوی و اسپریچوالیتی بشه، مثلا توی مدرسه آسترولوژی بشه مدیر اون مؤسسه. خورشید توی پایسیس یعنی نگریستن از طریق لنزهای روح، نه نگاه کردن از طریق ایگو. فرد ممکنه تبدیل به یک هیلر، شفا دهنده، پزشک بشه. فرزندان خورشید پایسیسی توی تاریخ‌های بین 19 فوریه تا 20 مارچ متولد میشن. پایسیس به عنوان روح‌های کهنه شناخته میشه، یعنی روح‌های مسن و سندار و بالا از طریق پایسیس متولد میشن که قدرت سایکیکی شهودی خوبی دارن. نپتون به عنوان حکران مدرن پایسیس از خدایان باستانی دریاها حساب میشه و انرژی عشق، رومانس، اعجاب و شگفتی رو با خودش به همراه میاره. یک پایسیسی قلب خیلی بزرگی داره و دائما در حال بخشیدن انرژیه. به همین خاطر ممکنه که خیلی راحت خودتون رو به خاطر منافع دیگران قربانی کنید. شما به عنوان یک متولد اسفندی، به عنوان یک خورشید توی پایسیس، زمان زیادی رو توی قلمرو استرال و اسپریچوالیتی صرف میکنید، در جهان غیر مادیات زمان صرف میکنید و توی دنیای ناشناخته ها زمان خودتون رو سپری میکنید. برای همین گراند کردن خودتون توی بُعد فیزیکی براتون اصلا راحت نیستش و حتی توی خیلی از شما پذیرش بدن فیزیکی براتون سخته و وقتی به بدنتون نگاه میکنید ارتباطی باهاش برقرار نمیکنید و حتی ممکنه با تعجب برگردی به خودت بگی، بارها مقابل آینه بری و تعجب کنی که اصلا ماهیت فیزیکی داری یک کالبد فیزیکی هستی. کلن پایسیسی ها مرزبندی گذاشتن براشون خیلی سخته، چون اگر که به سمبول این زودیاک نگاه کنیم، دوتا ماهیه که در جهتهای مخالف داره شنا میکنه و توی آب داره حرکت میکنه، توی جریانه، توی انرژیه و برای همین کالبد فیزیکی داشتن و مرزبندی گذاشتن، تفاوت قائل شدن بین خودتون و دیگران براشون خیلی سخته و همین علتی میشه که نتونید از خودتون در برابر انرژی های منفی راحت محافظت کنید، چون شما مرز ندارید. حالتون انگار که تا بی نهایت ادامه داره. با همه جهان هستید، در یگانگی، در وحدت هستید. برای همین حفاظت انرژی برای شما کار راحتی نیست که اینجا سنگ ها و کریستال ها و طبیعت و مادر گایا میتونه به کمکتون بیاد تا اونها و این عناصر از شما در برابر انرژی های ناسالم حفاظت کنن. دوست عزیزم، این بود از پادکست شما خورشید در پایسیس و مجموعه 12 زودیاک بالاخره کامل شد و مجموعه خورشیدی در اختیار شما قرار داره. کافی که هر ساین و هر زودیاکی که دلتون میخواد و میخواد بدونید که خورشید توی این زودیاک چه معنی داره، برید و بهش سر بزنید. اگه احساس انطباق انرژی میکنید، حتما این پست رو لایک کنید، برای من کامنت بذارید. اگرم که پیج رو سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کردن یادتون نره. ممنونم. تا دیداری دیگر، بدرود.